مثلا لیمت توابع زیر را به دست آوریم. باز در بخش لیمت های توابع مثلثاتی یک چند لیمت دیگه در نظر گرفتیم به کار بکاریم تا شما یک بخش دیگه مشکلات شما به کلی و به کلی خلاص بشه. خب حالا اگه بیانی سوال کار بکنیم، اگه سوال بذاریم لایتن ای دو زر لایتن ای میشه لایتن ای عدد و لایتن ای میشه صفر. خب ساین صفر هم میشه صفر، پس میشه صفر زر لایتن ای. یک شکل چیه؟ مبهم. میشه صفر زر لایتن ای. حالا برای از اینکه بیاییم لیمیت پیدا بکنیم، یک راه خیلی ساده وجود داره. اول به ایران میگم لیمیت دو اکس خودی ها یا چمان ما میگفتیم وقتی که اکس به هر عدد تقرب میکنه فرق نمیکنه به چی عدد اکس تقرب میکنه، منطقه هم به ما عددی که تقرب میکنه اگر قیمت گذاشتیم ساین زویه صفر شد. حالا شما اینجا قیمت بگذاریم عدد و لایتنه صفر میشه، ساین زویه صفر شده دیگه. ساین دو رو میدازم خود زویه در نظر بگیریم، خود زویه در نظر بگیریم میشه یک بر اکس، اکس به اکس خلاص میشه. خب اکس هم که تقرب کرده بود به چی؟ به لایتنه. خب این عدد ثابت شد، اکس به هر جا تقرب کنه پس جواب میشه اما عدد ثابت که چند دویه. خب این نوشه حل از سوال، نوشه حل دیگه از این چیه؟ نوشه حل دیگه از اینه که شما بینید به این شکل بنویسید، نوشته کنید ساین دو خواهی ها این نوشته کنیم ساین یک بر اکس، ای اکسه که به صورته بیاریم به مخرج، به مخرج بیاریم این نوشته کنیم یک بر اکس. پس شما یک تقسیم یک بر اکس کنیم اکس میشه، پس هیچ تغییری نمیده. الان اکس تقرب کرده به چی؟ به لایتنه. الان اگر این طرف رو برعکس کنیم میشه یک بر اکس. تقرب کرده به چی؟ لایتنه که برعکس کنیم میشه یک بر لایتنه. پس تقرب شما میشه به صفر. حالا اگر همین بیاریم تیتا بگیریم، تیتا تقرب کرده به چی؟ صفر. اینجا هم تیتا تقرب کرده، اینجا هم میگیم تیتا، اینجا هم میگیم تیتا. خب این دو خو از لیمیت خارج میشه، میشه دو لیمیت چی؟ لیمیت ساین تیتا بر تیتا. تیتا تقرب کرده به چی؟ به صفر. این ضرب موازی چند میشد؟ یک. یک دو به دو. این کمک جنجالی تر بود. این سوال بعدی کار میکنه، قیمت که بگذاره صفر کسان صفر میشه یک، یک منفی یک صفر، صفر بر صفر. میان چی کار میکنه؟ خیلی راحت با مزدوری ضرب میکنه، یعنی یک مثبت کساین اکس صورت و مخرج یک مثبت کساین اکس. آره نسایی میشه به نمید نمیشته میکنه. خب یه چی میشه؟ ای منفی بی ای مثبت بی نشه ای مربع ای بو یک یک مربع کنیم یک یک منفی کسار مربع ایکس. اگه بوده نمیفهمید همین دوتا رو با هم ضرب کنه حاصل میشه یک منفی کسار مربع ایکس. به بخش چی میمونه؟ به بخش میمونه که ایکس مربع یک مثبت کسار ایکس. ایکس هم سمت شتر رو کرده به سمت صفر. حالا یک منفی کسار مربع چی میشه؟ میشه ساین مربع، ساین مربع x. به مخرج هم این تغییر نوشته بکنیم x مربع ضرب در اینجی به جا اگر مثلا اینجی هم بگیریم یک گیر هم نوشته کنیم یک بر یک مثبت کساین x. به جا یک بنتی کساین مربع نوشته کنیم ساین مربع، ساین مربع x بر x. اینجی هم نوشته کنیم یک بر چی؟ بی یک گرفتیم این سری به کلی از این یک بر یک مثبت کساین x. حالا اگر این مداخل روز بگیریم خب ما از این لیمیت هم داشتیم میگرم یک موضوعی لیمیت هم نگشت تذکر بده این اکس هم تقرب کرده به صفر. حالا اگه نمیشته کنیم این بگیشن لیمیت ساین اکس بر اکس چون تمام ها یکیه قایدار تقسیم کنیم از تمام ها یک بگیره اکس هم تقرب کرده به صفر. این هم نمیشته کنیم زد در لیمیت یک بر یک مثبت کساین اکس، اکس هم تقرب کرده به صفر. خب این خونه زد بر مقایزی این لیمیت میشه یک، یک به توان دو پس میشه یک. اینجی که قیمت بگذاره میشه یک، یک جمعی یک میشه دو، یک بر دو، یک زر بر یک بر دو، جواب نهایی میشه یک بر دو. حالا بیاییم به سوال بعدی، یک بار نگاه بکنیم شما بفهمید چی کار شد. صورت مخرج از این به یک مثبت کساین ایکس ضرب کردیم و تا آخر دیگه میشه. میرین در قسمت سوال بعدی داریم که x ضرب در تانجانت پای بر 2x، x هم تقرب کرده به لایتنه. اونجایی که قیمت بگذاریم خب میشه لایتنه ای لایتنه ای. اینجایی که قیمت بگذاریم 2 ضرب لایتنه ای میشه لایتنه ای، عدد بر لایتنه ای میشه صفر.
تا اونجا هم صفر هم میشه صفر، پس میشه صفر ضرب رو دیتن ای با یک شرط مبهم. خب برای از اینکه این شرط مبهم رو رفع بکنیم این چیکار بکنیم؟ این میشه اگر نوشته بکنیم لیمیت خودی رو نوشته بکنیم تانجانت پای بر دو اکس خودی رو ای اکس به این شکل نوشته بکنیم یک بر اکس، یعنی مخرج یک بر اکس. حالا اگر بیم چی کار بکنیم همین اینجا که شما داریم اگه بیم ایر ضرب چی بکنه؟ ایر بیم ضرب در پای بر دو بکنه. چرا؟ چون هم اگه از این میشه یک ضرب پای پای دو ضرب اکس میشه دو اکس. خب یکی که مخرج نمیتونیم ضرب کنیم باید بریم صورت رو ضرب کنیم. من صورت از ایرم ضرب چی میکنیم؟ ضرب در پای بر دو میکنیم. حالا اگزمت قرار کرده چی؟ به سمت لاینتنه ای حالا یک کمک میگم به شکل دیگه میمسیم پای بر دو رو اول میشه میکنم پای بر دو و تانجانت پای بر دو اکس اینجا هم داریم این رو اگه ضرب کنیم میشه پای بر چی؟ بر دو اکس. اکس هم به چی تقرب کرده؟ اکس هم تقرب کرده به لاینتنه ای. حالا ببینیم اگر ما بیاییم این طرف و این طرف به چیز ضرب کنیم؟ به پای بر دو ضرب کنیم تقرب میگم. اگه بیم این تقرب به پای بر دو ضرب کنم این طرف هم به پای بر دو ضرب کنم ببینیم چی کار میشه. حالا یا خب بس ضرب کردن هم لازم نیه حالا ضرب کنیم چون که لازم نیه این لازم نکرده اصلا ضرورتی نبود چون که ببین قیمت وقتی که بگذاره تانجانت سویه صفر میشه. خب تانجانت دور بنازیم تانجانت وقتی که شما تانجانت بیاریم دور بنازیم نگاه کنیم با مشکل بر نخوریم. این مهم نیه که زاویه به صفر تقرب کرده باشه، مهم اینه که زاویه به هر عددی که x متعادل شما با مظهرت متعادل شما مهم نیه که به چی عدد تقرب کرده که به صفر تقرب کرده شما تانجانت دور بندازید. نه متعادل شما به هر عددی که تقرب میکنه اون مهم نیه و اون قیمتی که تقرب میکنه شما به جای زاویه بگذارید زاویه تانجانت و ساین صفر بشه اون وقت تانجانت و ساین دور میکنه. خب وقتی که دور بکنه پس ای میشه چی شده بنویسیم پای بر دو خب این تانجانت که بر داره میشه پای بر دو اکس و مخرج هم که داشتیم پای بر دو اکس ای با ایش بار میشه خلاص میشه اینجا که ما لیمیت هم داشته نه اکس هم تقرب کرده ببینید ای خواهد از ثابت یا لیمیت هر از ثابت اکس بر رو تقرب کنه خوبی میشه پس جواب از این لیمیت شد پای بر چند پای بر دو. سوال دیگه دارین ایمیل سوال چی هم کار میکنم اینچه که لمن بگذاریم که میشه لایتنه ای حدد بر لایتنه ای هم میشه صفر میشه صفر ضرب لایتنه ای. خب یک رای این را ساده تر میام این دفعه سوال کار میکنیم چون به این قیمتی که شما به جای اکس میگذاره اینجا اکس چی میگذاریم لایتنه ای حدد بر لایتنه ای صفر میشه ساین زویه صفر شد پس چی کار میکنیم؟ ساین دور میندازیم ساینی که دور بندازیم پس میشه یه ویتر نوشته کنیم کلمت اکس منفی یک ساینی که پس کنه یک بر چی مانه اکس اکس هم تقرب کرده به چی؟ لایتنه قیمت بگذاره میشه لایتنه بر لایتنه پس این هم به شکل نوشته میکنه اکس منفی یک بر اکس اکس هم تقرب کرده به سمت لایتنه نسبت زرایی که بگیریم چی میشه؟ یک میشه. خب اما یک را جنجالی تری هم داره دیگه خب لازم نیم رو پیش بریم اینجی بالاتر بیشتر میکنم لیمیت یک منفی کوساین اکس ضرب کوتانجانت اکس اکس هم تقرب کرده به صفر اینجا که قیمت بگذاریم صفر میشه این هم لایتنه ای میشه پس میشه صفر ضرب لایتنه ای میبینیم چی کار میکنیم نوشته میکنیم یک منفی کوساین اکس ضرب کوتانجانت اکس این میره صورت و مخرج بسیر این به شکل نمیشته میکنه یا ضرب کسر مزدوج از این میکنه یک مثبت چی؟ کوساین اکس و مخرج هم یک مثبت چی؟ کوساین اکس صورت چی میشه؟ لیمیت خود رو صورت میشه یک منفی کوساین مربع که به جای چی نمیشته میکنیم؟ نمیشته میکنیم ساین مربع اکس
یک منفی کوساین x ضرب یک مثبت کوساین x میشه یک منفی کوساین مربع x، یک منفی کوساین مربع برابر به چی؟ به ساین مربع x. خب ضرب چی؟ ضرب در کوتانجانت x. کوتانجانت x را میتونیم چی بنویسیم؟ خب کوتانجانت x بنویسیم. اینجا یک مثبت چی؟ یک مثبت کوساین x. x برش تقرب کرده در عرب را بنویسیم که بینید بدون تقرب معنا نمیده. حالا اگر دیگه بیاییم ما به یک شکل دیگه بنویسیم. شکل دیگه که بنویسیم چیه؟ این بنویسیم ساین مربع x را نوشته کنیم ساین x ضرب در ساین x. کوتانجان چی میشه تعریفی؟ و کوتانجان میشد کوساین x بر چی؟ بر ساین x. از مثلثات میفهمید به مخرج اندر نمیاد مثبت چی؟ کوساین x. لیمیت هم که هست x هم که تقرب کرده به سمت صفر. حالا ببین ای ساین x به ای ساین x چیکار میشه؟ خلاص میشه. پس این چی میمونه؟ پس به صورت میمونه که میمونه ساین x ضرب در کوساین x به مخرج چی میمونه؟ و مخرج میمونه یک مثبت کوساین x. لیمیت هم که هست x هم سمت چی تقرب کرده؟ به سمت صفر تقرب کرده. حالا میمونه چی کار میکنیم؟ اگر ما میمونه این صورت ضرب دو بکنیم مخرج هم بیاییم ضرب دو بکنیم اینجا با دو ساین x کوساین x میشه. دو ساین x کوساین x برابر میشه به بالاتر اینجا نوشته میکنم لیمیت دو ساین x کوساین x میشه ساین دو x. ساین دو x بعد و مخرج هم میشه که دو را ضرب کنیم دو ضرب یک چی ضرب کنیم چی نکنیم دیگه حالا فرقی نمیکنه یک مثبت کوساین x هم خوده و x در رو کرده به سمت چی؟ به سمت صفر. حالا اگر بگه شما وقتی که قیمت بگذاره ساین زیر صفر میشه ساین دور بندازه ساین که اینجا دور بندازه خب صورت صفر میشه اینجا مخرج چی میشه؟ این خب میشه یک یک جمع یک میشه دو دو ضرب دو میشه چهار صفر و عدد چی میشه؟ صفر میشه. پس جواب از این میشه چی؟ میشه صفر.